تظاهرات سراسری مردم عراق در روز جمعه در استانهای به پاخاسته و در بغداد، محکومیت سیاست فرقه گرایانه مالکی و مداخلات رژیم آخوندی در عراق. خطیب تظاهرات و نماز جمعه در فلوجه: استان دیالی مثل یک کشور اشغال شده است. نه تنها اهل سنت بلکه شیعیان هم توسط شبه نظامیان و عوامل رژیم ایران تهدید می شوند. ما باید نیروی برای حفاظت تشکیل بدهیم. و ایاکم ان تساوموا على المطالب المشروعة التي اقرها اهل الساحات المعتصمة ونشرت في كل الساحات مطالب لا تنازل عنها، فهذه هي القضية التي من أجلها خرجنا. ونحن من هنا نناشد المنظمات الدولية، المنظمات الإسلامية، أن تتدخل فورا في العراق لإيقاف هذا النزيف. نماز جمعه و تظاهرات مردم عراق در روز جمعه در این هفته علیه سیاست‌های فرقه گرایانه مالکی و اهانت به سمبل‌های مذهبی اهل تسنن در شش استان به پا خواسته و در بغداد بالا گرفت. این تظاهرات در استان‌های الانبار، صلاح الدین، نینوا، کرکوک و دیالی و همچنین در بغداد به رغم اقدامات سرکوبگرانه مالکی برگزار شد و تظاهرکنندگان ضمن محکوم کردن شدید اقدامات فرقه گرایانه حکومت مالکی و عوامل و دست نشاندگان رژیم آخوندی بر پایداری و پیگیری خواستهای تحصن کنندگان تاکید کردند. خطیب فروجه گفت: ظلم در عراق مانند شعله کشیدن آتش در خار و خاشاک گسترش می‌یابد. عراق کماکان از فروپاشی امنیتی و اقتصادی رنج می‌برد. اموالش به یغما برده می‌شود و انسان‌هایش از هم دریده می‌شوند. در هر کشوری که چنین وضعیتی حاکم باشد، دولت ساقط خواهد شد. ولی در عراق دولت ساقط نمی‌شود و این سوال برانگیز است. تسقط حکومت الا الحکومات العراقیه لا تسقط الا الحکومات العراقیه لا تسقط. لعنت خدا بر کسانی باد که ظالمان را به حکومت رساندند و لعنت بر کسانی باد که با قاتلان مردم عراق متحد شدند. لعن الله من ثبت الظالمین. وقتی که از حاکمان عراق خواسته شد عکس‌های خمینی و خامنه‌ای از خیابان‌های بغداد جمع‌آوری شود، لرزیدند و عراق را همراه خودشان لرزاندند. لما طلب رفع صور الخمینی و خامنه‌ای من شوارع بغداد اهتزوا وهزوا العراق معهم. در استان ستمزده دیالی که به ناموسش تجاوز شده و مردمش را کشتند و خانواده‌هایش را کوش دادند، بعد از این جنایات برای خانواده‌های شیعه شبنامه دادند که از این استان بروید. این کاری بود که توسط شبه نظامیان و رژیم ایران انجام گرفته بود، همانطور که مراقد امامان در سامرا را منفجر کردند و یا مثل همان انفجاری که در مدینه الصدر انجام دادند. كما فعلت ايران بتفجير الامامين العسكريين او كما فعلوا بتفجير مدينه الصدر. استان دیالی مثل کشور اشغال شده است. هیچ کس نمی‌داند که چه ساعتی به خانه اش یورش می‌آورند. ما باید نیروی برای حفاظت از اهل سنت تشکیل بدهیم. در رمادی خطیب نماز جمعه گفت: و ایاکم ان تساوموا على المطالب المشروعه التي اقرها اهل الساحات المعتصمه ونشرت في كل الساحات مطالب لا تنازل عنها. هشدار می‌دهیم که با خواسته های مشروع متحسنین معامله نکنید. خواسته هایی که میدان های تحسن آن را تعیین کردند و در همه میدان ها گسترش پیدا کرده است. خواسته هایی که از آن کوتاه نمی‌آییم و برای آنها به پا خواسته‌ایم. برخی مسئولین با خون ما تجارت می‌کنند. به آنها میگوییم که همه ضرر خواهند کرد. ما از همینجا به همه سازمانهای بین المللی و به سازمانهای اسلامی فراخوان میدهیم که سریعا در عراق دخالت کنند و این خونریزی را متوقف کنند.
تظاهرات امروز مردم عراق در حالی برگزار شد که با انواع اقدامات سرکوبگرانه مالکی مواجه بودند. در کرکوک نیروهای سرکوب مالکی اکرم العبیدی سخنگوی کمیته های مردمی در کرکوک را دستگیر کردند. اعتقلت قوة من استخبارات وزارة الداخلية والمعلومات الوطنية اعتقلت المتحدث باسم اللجان الشعبية في كركوك اكرم العبيدي. تلویزیون بغداد با اعلام این خبر افزود نیرویی که العبیدی را دستگیر کردند لباس غیر نظامی به تن داشتند. همچنین الشرقیه از توقف خدمات اینترنتی در سر تا سر عراق توسط وزارت ارتباطات مالکی خبر داد. توقفت خدمت الانترنت في عموم المحافظات العراقية وذلك بعد ان هددت وزاره الاتصالات بقطع الخدمه عن الشركات المجهزه للانترنت. به گزارش تلویزیون الرافدین همزمان با تظاهرات روز جمعه نیروهای امنیتی اقدامات امنیتی شدیدی را در بغداد برقرار ساختند و بسیاری از مسیرها به ویژه مسیرهای منتهی به سمت کرخ و منطقه سبز را بستند. در نتیجه مردم مجبور شدند با پای پیاده برای رفتن به محل‌های تظاهرات اقدام کنند. بقیه خودروهایی هم که از قبل در خیابان‌ها بودند در محاصره نقاط تفتیش قرار گرفتند. نیروهای امنیتی همچنین از حرکت خودروها در خیابان‌های اطراف و منتهی به منطقه سبز جلوگیری کردند. بالمنطقه الخضراء المحصنه وعززت الوجود العسكري حولها ما اضطر السكان القريبين الى ملازمه دورهم ولا توضح السلطات عاده اسباب هذه الاجراءات غير الاعتياديه في العاصمه على الرغم من تكرارها.